مجمع ملی فرانسه قانونی موسوم به ضد جدایی طلبی که ماهیتی علیه مسلمانان دارد را تصویب کرد. بالاخره پس از 7 ماه رفت و برگشت لایحه دولت فرانسه موسوم به لایحه ضد جدایی طلبی و چرخش آن میان سنا، مجلس سفلا و مجلس ملی فرانسه این لایحه تصویب شد. تصویب این لایحه در مجمع ملی فرانسه در حال صورت گرفت که نمایندگان از هر دو جناح چپ و راست با آن مخالف بودند. نمایندگان مجمع ملی فرانسه با 49 رأی مثبت در مقابل 19 رأی منفی و 5 رأی ممتنع این قانون را تصویب کردند. قانون ضد جدایی طلبی لایحه جنجالی از سوی دولت فرانسه در پاسخ به آنچه حملات اسلامگراها به قانون اساسی این کشور و اصل سکولاریته خوانده شده است. پس از قتل و بریده شدن سر یک معلم که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در کلاس به دانش آموزان نشان داد، وزیر کشور افراطی فرانسه این قانون را که شامل محافظت از آزادی بیان در مدارس، مقابله با نفرت پراکنی در فضای مجازی و تمکین مسلمانان به قوانین جمهوریت و سکولاریته در فرانسه می باشد را معرفی کرد. بسیار از نمایندگان مجلس فرانسه، سیاستمداران این کشور و حتی نماینده آمریکا در امور آزادی بیان این قانون را افراطی و ضد اسلامی می‌دانند و از آن انتقاد کردند. حتی برخی از تحلیلگران معتقدند مکرون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 به این قانون نیاز داشته است. به گفته آنها این قانون ممکن است ناآرامی و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در پی داشته باشد.